که معمولا این دوتا مقاومت بیشتری دارن که اکثرا سالن های سنتی از کف، دیواره ها و سقف رو سیمان میکنن، چون سیمان رطوبت رو به خودش جذب میکنه، میگیره و به مرور پس میده توی محیط و محیط شما با رطوبت بالایی روبرو میشه. سنگ هم تقریبا خوبه برای پرورش قارچ و سالن‌های فضای داخلی سالن‌ها. کف هم معمولا سنگ میشه، سرامیک میشه، موزاییک میشه، سیمان هم میشه. معمولا خیلی از دوستان اشاره میکنن به سقف سالن‌هاشون که اون مکانی رو که میخوان اختصاص بدن، حالا یا تو فارم خونگی هست یا یک فضای دیگه رو میخوان تغییر کاربری بدن برای پرورش قارچ، سوال میکنن که ما سقفمون یا گچ هستش یا متریال های دیگه هست. خب شما این رو میتونید یا یک سقف کاذب بزنید و نایلون بکشید از روش، یا اینکه بتونید سیمانش کنید. چه عالی که میتونید سیمانش کنید و جلوگیری کنید از اینکه به خاطر رطوبت بالا از بالا سقف ریزش نداشته باشه، چون بستر شما قراره زیر این سقف قرار بگیره و مهم هست که آلودگی از سقف منتقل نشه روی بستر شما.